بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر میرم وارد باز میکنن. در وارد امروز یک پکچر میندازیم. شما یک راپور میسازیم، مثلا نوشته میکنین رن. وقتی رن نوشته کرد دیگه 200 نوشته کردین، وقتی 200 نوشته کرد انتر. یک راپور 23 صفحه‌ای. در این قسمت حالا شما راپور یک شرکت هست. در این شرکت شما چی میکنین؟ اون لوگوی شرکت هم اندازن. بیاین در پکچر، در پکچر بیاین دیجه، در مای پکچرز، در مای پکچر تصویر سمپل پکچر یا اینی پکچر دیجه انزرد. وقتی انزرد که کرده این بیرقم کلان میده. صحیح شد؟ وقتی که دیجه بیاین میره چی میکنیم؟ کوچکش میکنیم. وقتی کوچک که کردیم بعد از اون میرم در چی؟ در برایکنس. برایکنس چی میکنه؟ ای را چی کنه؟ خطا را پت کنه. خب بزرگ جور میکنه. در بعد از اینجا برگنس چی میکنه؟ آلا فعلا نرمال است. اگر شما 10 درجه بگیرین باز یکم روشن. 20 درجه از اوکه روشنتر. 30 درجه از اوکه روشنتر و 40 درجه از اوکه روشنتر. اما تاریکتر چطور میشه؟ 10 درجه منفی 10 درجه تاریک، منفی 20 درجه تاریک، منفی 30 درجه و منفی 40 درجه تاریک. مار پکچر کورلیشن. در اینجا بیا از سلکتش بکو. در بعد از پکچر ایره بگی به رقم کش کشه. اور قدر روشن، یه قدر تاریک. و بعد از دیجه کنتراست داریم، کنتراست ها دینیجه میخوانم. کلوز، ریسیت پکچر که بزنیم، به قدر کلان میشه پکچر. در بعد از ایره میگیرم کوچکش میکنم، در قسمت. و بعد از اوکی دیجه میارم چی؟ کنتراست. کنتراست ها دینیجه میخوانم. خب برگنیس که بود در روشنایش تغییر میارد، اما کنتراست رنگ غلیظ رو کم میکنن. بیا میگم 10 درجه غلیظتر، 20 درجه غلیظتر و 30 درجه غلیظتر، همچنان 40 درجه غلیظتر. اگر بیایم دیجه چی؟ 10% کم و 20% کمتر و 30% کم و اما تو 40%. پکچر کورلیشن از اینجا شما میتونید ایره بیشتر کنید و از یک کمتر شکنید. بودم بازور دیگر روز میتونم. در بعد از ایره کنترول زید، در کنترول زید بعد از دارم ریکالر. ریکالر مثلا یک کالر دیگه برش بده. اوکی که بو رقم شد. در بعد دار ریکالر از این کالر برش بده. اوکی که بای رقم. دا بعد از بیرقم تبلیغ تبخیم رو خب می مار وریشن دا مار وریشن از این کالر بده کلیک کنه با رقم دا بعد از سر ترانسپارنسی دا ایجا کلیک کن دا اوجا بوارش بسو میکنم خب می میره چی میکنیم ایجا کالرشن نان میگیریم ما میگیم که اینمی که نیست یک رنگ کاملا سفید شد بیا سر ترانسپارنسی رو بگی اینی رنگ کلیک کن بعد از او رنگ سفید میشه رنگ بکگراند میگیره یا اینکه سر ترانسپارنسی در اینجا بیا کلیک کن میگم اینی رنگ بگیرم آن بگیرم دیدی رنگ بگیرم بگیرم بیرقم شما میتونید تغییرش بیارم بعد از دای قسمت در اینجا دارم چی هست کمپرس پکچر این پکچر شما اینا جور کردین راپور راپورتان قطعی این پکچر تان در سایت میتین وقتی این رنگ به قدر بزرگی بودن بازی چی میشه در اینجا ریسیت پکچر بگیریم این قدر کلان است این بچه همش جای زیافه میگیره حجم زیافه میگیره به خاطر از اینکه کوچک کنن با شما بین کمپرس بزنید در کمپرس هم اپلای بگیرن اوکی کنن در قسمت این پکچر فشرده میشه حجمش فشرده که شد در سایت میشه به خوبی چه شد جا بجای شد اگر این حال شما در جای از یک پکچر دیگه ضرورت داره در این موقعیتش اگر شما بین در انزرد پکچر در اینجا بین اینجا انزرد کنن این پکچر و باز بگیرن انزرد بزنید در قسمت پکچر آمد اما دو تا شده یکی شد یکی اوجه شد این حال ما در جای از ضرورت داشتیم به خاطر باز ما ضرورت داره میره سلیکت کنیم بعد از به چنج پکچر در چنج پکچر میگیم ازی باشه انزردش کن پکچر با موجود چنج باشه صحیح شد؟ او دیگه گم شد دو پکچر آورده نمیدیم دو پکچر آورده نمیدیم در یک جای نه دو دانه رو خورد خورد در این است سلیکشن نمیه باز در پولی ازی میه صحیح شد باز از طریق انزرد میری در بعد از سلیکت در سلیکت میم در انزرد در انزرد پکچر دا پکچر ایجا پکچر انزد کردن دیجا میگم فارمات کانتکستوال مینو دیجا میگم چوکات داشته باشه کلیک کن می رقم چوکات یا بای رقم چوکات دا بعد از یا بای رقم چوکات صحیح شد یا بای رقم چوکات یا بای رقم صحیح شد دا بعد از بی خب این رفلکشن است رفلکشن به چی معنا انعکاس بعد از بیا دیجا میم دا ای چوکات میتیم وقتی ای چوکات که دادم دایجه من پکچر شپ لیره بچه با یک شپ تبدیل میکنم من میگم به شپ باشه کلیک کنم و رقم تبدیل میشه صحیح شد اون دیدی دا بعد از شپ دا بعد از به میگم از شپ تبدیل شو بعد از به رقم تبدیل میشه بعد از شپ میگم به رقم تبدیل شو بعد از شپ تبدیل میشه خب بعد از پکچر بوردر اینی قسمت که چارچ اوقات میبینی اینا بوردر میگه علی رو چطور تغییر بده کلام او که سمو تو ور بنام خب نو سلکشن میگه خو یک نام دیگه داره به دوباره از اگر نو پکچر بگیریم بازی پکچرش گم میشه چی؟ باردرش
در بعد از اگر بیایم در اینجا بگم باردارش به رقم باشه کلیک و باردارش به رقم میه. خب از اینجا میتونه کالرهای بردار رقمی که بخوایم رقم میشه. باز بیاد در اینجا مار که آتلاین کالر از اینجا یا از اینجا انتخابش بکن مثلا به رقم اوکی کو. بعد از اوکی به رقم تغییر میده بردار محساس بله رنگش و بعد از دیجا دارم وید بردار ما دبلیش قدر باشه به قدر باشه یا بیا دیجا وید دیجا بیا به قدر باشه و یا بیا دیجا دیجا وید و ای قدر باشه صحیح شد؟ در قسمت بعدی ازی دیجا دارم دش بردار ما دش باشه یا یکی چی باشه اگر دش بگیرین ای به رقم باشه خب ای چرا نشد؟ به خاطر ازی نشد که بیاین پکچه بادر ای را بیاین دی قسمت چی کنن؟ بوردر دبل هم بگیرم نمیشه دیجا بیاد دا چی دا چنج دا شپ دا شپ میم دیجا ای را یک قسمت میگیرم یا ای رقم میگیرم دا بعد از میم دیجا میگم چی باشه بوردر دیجا 3D اکشن بگیرم 3D اکشن کلیک 3D اکشن گرفتیم دا بعد از اگر بیم تغییر بخورم توکل به خدا به رقم نیامد تغییر نخورد خب این را باز دفع چی میخوانم دا شپا میخوانم دا بعد از دی قسمت دارم دیجا دارم پیج بوردر داش دا داش چی هست این را در اروکی هم میخوریم اروکی چرا میگم باز این را اینجا در مولانی چی میشه چی؟ در دش دش باز میخوریم در بعد از اون میرم اینجا چی؟ پریست در پریست بیا میگم به این رقم باشه کلیک به رقم میشه یا میگم به چی رقم باشه میم در پریست وقتی پریست که آمدم در این قسمت میگم به این رقم باشه صحیح شد؟ به رقم تغییر میخوره و یا هم پریست به دیگر رقم شد و سایش سایش چی رقم باشه میگم سایش به رقم باشه سایش شد و رقم سایه دار شد دا بعد از میم دچی دا رفلکشن انعکاس داشته باشه دا بعد از مثل که داب باشه انعکاس پیدا میکنه ای دا کجا رفت به میشه آن دیدی به رقم انعکاس بود بعد از پکچر دا افکت دا میگم گلو وقتی شدوش حسو کنین و پرستش حسو کنین و بیاین رفلکشنش هم حسو کنین دا بعد از بیاین دا قسمت برین دا بالا چهار طرفش میگم به قسم باشه که مثل که تراشیدگی باشه دیجا گلو دیجا کلیک دو رقم تراشیدگی میشه صحیح شد دا بعد از دی قسمت بیان ای را کلیک دیجا پیکچر رفلکشن گلو رو وسو میکنیم میگرم چی میگرم ایر نان بگیرن سافت ایک چوکات چی نرم دیجا بگی میگم به رقم باشه صحیح شد با رقم آمد یا یکی بیان سافت ایک دیجا بیان میگم 15 پایک اونو با رقم آمد صحیح شد دا بعد از میرم به سافت ایک دیجا وسو میکنیم دیجا از فریم میسازم بیا دیجا کلیک کن بیا دا بابل میگم از فریم باشه کلیک کن تا فریم آمد بعد از بیا دا بابل دا پیکچر افکت دا بابل دا بابل میگم از باشه صحیح شد بیا رقم تغییرات می دیجا میم دا پیکچر افکت دا بابل تر دی اپشن دیجا میم تر دی روتیشن چه منا چرخش چطور چرخش بده میگم بیا رقم چرخش بده بیا رقم دا بعد از میگم نه با این رقم چرخش بده صحیح شد؟ خب این حاله وقتی که ما ایره چرخش دادم حالی سه کنه نقطه نقطه آمد به این معنی که بردارش ما چی گرفتیم؟ نقطه نقطه گرفتیم اگر ما بیم دهی قسمت ایره بگیریم جوان تیپ بازوگک اونو دیدی تکمیل آمد صحیح شد؟ دششه بله دششه استفاده کنیم در بعد از اون میم در 3D اکشن دیجا میگم به رقم باش صحیح شد؟ در بعد از اون میرم دیجا اپشن در 3D روتیشن دیجا 3D روتیشن اپشن دهی قسمت میم دیجی چی؟ بایجه به هر شکلی که میگیرن به همون شکل بگیرن در بعد از دهی قسمت میتونه شما چرخش دلخواه خدا بتن دیجی کلیک کنین میگه بیرقم چرخش بخوره بیرقم چرخش بخوره بیرقم چرخش خورده بره صحیح شد؟ بعد از میگم به این طرف چرخش بخوره بیرقم پس میگم بس بالا و پایین چرخش بخوره بیرقم یا میگم از بالا از پایین و بالا چرخش بخوره به قسم صحیح شد؟ در بعد از میگم دیجی چی؟ زید دیجی میگم بیرقم چرخش بخوره اون رقم ای به این رقمی میگم بعد از دهی قسمت چرخش بخوره صحیح شد؟ صحیح شد؟ اگر بیا میره ایت بالا بگیریم دهی رقم اون او را 45 درجه تغییر میده صحیح شد؟ اگر بیا میره بزنیم ای را باز اضافه تر از او تغییر میده اگر 100 درجه بگیرین دیجا انتر کنین دهی رقم اون را به او رقم میکنه صحیح شد؟ بزرگ میکنه شد در بعد از سافت تر در روتیشن دیجا تر در روتیشن اپشن دهی قسمت میم کیپ تکس فلات وقت تکس داشته باشه دورا چی میگیره فلات به منو که رقم عظیم از خود پکچر به منو بالا میگیره سایه دار میگیره اگر دیستنسی بگیریم دیستنسی آبجکت اپشن از خود صفحه چقدر بلند باشه دیجا کلیک کن دیجا
دیدید چقدر بلند آمد از خود صفحه؟ خب این در صورت میشه که شما ایره وصل کنید. حالا بگون دیستنسیش باشه. خب به قدر دیستنسیش از چی بلند است؟ صحیح شد؟ خب این دیستنسی به منو فاصله از چی؟ از خود صفحه. این ای از صفحه چقدر بلند باشه. خب. اگر رست بزنیم و تغییرات آورده و رست میشه. بعد از کلوز در بعد از داره میشه پوزیشن. حالا سعی کن خط گرفته خط دوتا کرده. صحیح شد؟ چکر نیمشه ایجا آورد یکش بالا آورد. چرا ما ایره گرفتیم در بین خط گذارد کرد. حالا میگم پوزیشنش باشه در طرف در یک بغل خط. صحیح شد؟ بعد از پوزیشنش میگم به ایجا باشه. صحیح شد؟ حالا خط پایین رفت. در بالای صفحه آمد. پوزیشنش در مابین صفحه باشه. اگه ایره کوچک کنیم یک بار. کوچک شد. دایجه میرم پوزیشنش دایجه باشم. دایجه صحیح شد. بعد از پوزیشنش دایجه میرم دایجه باشم میگم. بعد از پوزیشنش دایجه باشم میگم. وای پوزیشنش دایجه باشم میگم. وای هم پوزیشنش دینینجه باشم. صحیح شد. در وسط صفحه یا پوزیشنش در بین صفحه باشم. یا پوزیشنش در بغل صفحه و ای بغل در کنج صفحه، در کجای صفحه، در کنج صفحه آخر کنج صفحه در کدام؟ همه صفحه در آخرین کنجش. در راپورا متمه شما راپورا انگلیسی دیده باشه نمیتمه. در بعد در قسمت در اینجا مار میره مار لایوت اپشن در این قسمت میگه الگمنتش در گوجه باشه میگم سنتر باشه. در اینجا مرجنش باشه پیج باشه کالم باشه در اینجا کلیکو. در بعد از بوت لایوت انساید باشه یا اوساید باشه در اینجا مرجنش باز باید رقم. خب همه رقم شما میتونید اینجا تغییرات برین در اینجا کلیک کنین در اینجا تغییرات میه. در بعد از اینجا دارم چی هست برینگ تو فرونت و بک تو فرونت در اینجا کلیک کنین در اینجا بیاین در اینجا شما چند پکچر دیگه میزرد کنین بیاین در قسمت در قسمت یک پکچر یک پکچر دیگه من زرد میکنم بیاین انزرد پکچر در اینجا میم دیگه پکچر در اینی پکچر انزرد میکنم بعد از در قسمت کوچک او دیگه ایش در کجا را؟ خب انزرد پکچر در انزرد پکچر در قسمت در اینجا میرم بعد از چیره میگیرم اینی را میگیرم انزرد وقت انزرد کرده میرم کوچک میکنم صحیح شد؟ کجا میرن یا؟ یکی دیگه ایش گم میشه خب این را بگیرن چی؟ روتیت به این قسمت که تراد بگیرن وقت تراد که گرفتیم در این قسمت کلش دیجه میرن خب بعد از این را سلیکت میکنیم این را اول میرم چنج میکنیم شپشه به این رقم میگیریم صحیح شد؟ در قسمت بعدی از این اگر ما بگیرم این انزرد پکچر در انزرد پکچر یک پکچر دیگه هم اینجا ضرورت داره انزرد پکچر در اینجا پکچر کوچک ایرم تراد بگیرن خب در قسمت ایره بالا میبره و ایره پایین میبره صحیح شد؟ این حال اینی را سلیک میکنم آلی ای هم پشت سر عزیز پشت سر عزیز هم هست صحیح شد؟ حالا میرم ایره برنگ تو فروم میگیرم برنگ تو فروم کلیک و دردش پیشم صحیح شد؟ در بعد از ایرک میگیرم ایره سلیک میکنم میم چی میکنم برنگ تو فروم ای آمد از ای پیش آمد ایرم کلیک میکنم برنگ تو فروم چی میشه از ای پیش آمد صحیح شد؟ حالا پس ایره کلیک میکنم بعد از میرم ایره چی میکنم برنگ تو فارورد صحیح شد؟ از ای پیش آورد از ای نورد صحیح شد؟ بعد از ایرم میگیرم چی؟ برنگ تو فارورد ایرم میگیرم بیاد ایجا کلیک کن برنگ تو فارورد دیدی از ای پیش آمد از ای دیگه نیم صحیح شد؟ در بعد از ایره سلیک کنین بیاین در ایجا چی کنین؟ برنگ تو این فرونت اف تکس در اینجا کلیک کن آل در چی است؟ در پیش روی تکس است با چی معنی؟ آل تکس کلیک کن بیاد در اینجا چی کن؟ در اینجا کلیک کن بگو سنت تو بیهند تکس کلیک کن سنت تو بیهند تکس چی؟ بیهند تکس سبب در اینجا در عقب تکس میره صحیح شد؟ اگر این بیرم برنگ تو بیفور دا تکس با تکس پیش روش میں اگر شما این یار دلیت کنین آلا میرم میرا سلیکٹ میکنم ترات وسو میکنم دایجی چی میکنم ترات صحیح شد دایجی میرم دایجی میکنم که برنگ تو ان فرونت اف تکس دایجی پیش روی تکس و برنگ تو بیک ور تکس دایجی بگیرن دا پشت سر تکس خب اگر یه ایشا بگیرم ایرا پیش روی تکس میگیره و دیگه چی هست بک ورد تکس ویده پشت سر تکس انتخاب میشه
دبر از تکست وراپشن اند لاین ود تکست د تکست امرای تکست چی باشه تکست وراپ اگر کلیک کنم دایرکت تکست اند اما لاین اگر تکست شروع شده سکو آغاز از چی است ای سطر است ای د سطر آمد بشی منو آن د ادامه از یامد صحیح شد اگر ما بیایم ر سلیکت کنیم بعد د فرمت د قسمت میم سکوار بگیرین بازی را د چی میگیرد آن از یه شروع میکنه صحیح شد به من ایر در چوکات ازی مثلا اگر مستقیم میوردین سرخط میومد نه بله د بعد از میم د تایت که بگیرین خب اول میرم ان فرونت اف تکست میگیرم بعد از میرم تایت میگیرم آل تایت که گرفت تایت هم مو کار سکوار میکنه د قسمت بعدی ازی دارم چی بی هند تکست کلیک کو د عقب صفحه صحیح شد آل میرم چی میارم چی بکورد تکست صحیح شد چی بی هند د خب ان فرونت اف تکست کلیک کنم که شد تکست صحیح شد اگر برم بکورد تکست دیگه بک پشت سر تکست خب بعد از اون میام در قسمت ان فرونت اف تکست کلیک کو پیش روی تکست هم دا بعد از اون بیا تاپ اند بوتوم دیگه کلیک کو دا بالا میره یا دا پایین صفحه میره آ ایره پکچر دا دو جای تو گرفتم میتونه یا دا بالای صفحه یا دا پایین صفحه اگر بیم تراد بگیرم دا تراد باز هم چیزی رو میکنه که اون دیگه یک میکنه اینی که میکنه صحیح شد سکوار خب دا بعد از اون تراد گرفت اینی فال بشه وقتی کی فال شده کلیکو از اینجا میتونی ایره چی کنی سایش تغییر چیش تغییر بوده سایش این رقم تغییر بوده یا میتونی به رقم تغییر بوده سایش در بعد از ادت اپشن دینجا ادت وراب پایند دیجا مار لایت در مار لایت شما رو دینجا میاره با شما میتونی دیجا تغییرات برش بیارن مثلا پایند درجه بگیرین اوکی کنن وقتی اوکی کنن او رو به او طرف میاره سایش پایند درجه به طرف میاره خب همین رقم دیگه تغییرات خب ایره کنترل زید بعد از دارم دیگه چی الگمنت در الگمنت در کجا باشه الگ تو لفت الگ تو سنتر الگ تو رایت صحیح شد الگ تو تاپ الگ تو بوتوم الگ تو میدل الگ تو بوتوم در بعد از چی دارم دیستریبیوت ورتیکالی اگر چند پک خب اگر ما بیمی را الگ تو تاپ بگیریم در بعد از ایرکت خب اگر شما یه چند پکچر انزد کدگی داشته باشین بازی رو در بین چی؟ در بین صفحه ایده بزن ورتیکالی تنظیم میکن ارزنتالی پالو در پالو تنظیم میکن صحیح شد؟ پکچر رو اگر بیا دستربیوت ورتیکالی بگیرین باز پکچر رو زیر به زیر تنظیم میکن اولیش پالو در پالو ای دیگه زیر به زیر بله در بعد از الینگ تو پیج کلیک الینگ تو پیج به منو ارچ چقی که پیجت بزرگ باشه دمو کنجش قرار میگیره صحیح شد؟ در بعد از دارم الینگ تو مارجن مارجن چی منو اگر شما بین مارجن مال در کجاست دین اینجا سگی رو بین طرف تر کش کنید اینی بوده ایجا پکچر خودش خود با خود دویده میه در بعد از کلیک در ایجا دارم ویو گرید لائن کلیک کن تو گرید لائن میتن باز تو میتنی با اساس گرید لائن پکچر تکلان کنی یا خود کنی صحیح شد در بعد از بیا گرید لائن اوسو میکنیم در ایجا بیا کلیک شو اوسو کن در ایجا از اینی طریق گرید لائن اوسو کن صحیح شد در بعد از ایرم اوسو کن در قسمت بعدی ازی دارم چی؟ گرید سیتینگ در سناپ آبجکت تو در آبجکت بچه معنی یک آبجکت اگه فال باشه دیگه آبجکت میتونه سر ازی چی کنه انزد کنه اگه سپیسینگ ازی چی با گرید سپیسینگ فاصله سپیسینگ اورزنتال سپیسینگ چی باشه اگر دو درجه بگی باز بیا اینجا چی کن ایرم دو درجه بگی باز اوکیش کن صحیح شد؟ باز بیا دیجا گرید لائن فال کن آره سه که دو درجه شد صحیح شد؟ فاصله هر خانه بعد از گرید سیتینگ دا گرید سیتینگ دا چی دا الگ سیتینگ دا گرید لائن دا گرید لائن یوز مارجن یوز مارجن دا نیچ اگر تو مارجن کلیک کنی باز همو قدر میشه که برابر مارجن تا صحیح شو گرید لائن اگر تو بازی رو اوسو کنی باز خودت فاصله شو تعیین میکنی که از این طرف چه قدر فاصله داشته باشه گرید لائن و از این طرف چه قدر داشته باشه اگر دو بگیری بازی جاره دو بگیری باز بیا اوکی کن صحیح کن دیدی دو طرف صحیح شد در بعد از دیگه قسمت دارم دایجا میرم گرید لائن سیدینگ دایجا میرم دیسپلی گرید لائن آن سکرین ایرو اوسو کن اوکی کن ای گم میشه صحیح شد بعد از دیگه گرید لائن گرید سیدینگ دایجا دارم ایرو ایتو میگیرم بعد از او ورتیکلی ایوری دایجا بگی چند بگی دو بگی و بعد از او اورزنتال ایوری سه بگی و دا بعد از او اوکی کن بایی رقم دیده اونو که بزرگ صحیح شد بچی معنی ما ورتیکالی چی گرفتیم؟ دو گرفتیم هورزنتالی چی گرفتیم؟ سه گرفتیم حالا سه که یکی و دو و یک دو سه صحیح شد؟ به رقم تقسیمش کرد در بعد از الینگ گرید لائن رو اوسو کنین
در بعد از بین چی گرید سیتینگ رفتیم در اینجا میریم اپ چی در اینجا میریم یک پکچر دیگه زد میکنیم کوچکش کنیم در بعد از بین در اینجا ایره در این موقع کش نمیشه مجبور هستیم گرید چی بگیرین تراد بگیرین صحیح شد وقت تراد گرفته کش کردن میتانین صحیح شد در بعد از بین انزرت ابجکت پکچر در انزرت پکچر ایره کلیک کنیم در قسمت سلیکتش بکنیم در بعد از این رو کوچک کنین خب این سیدان آمد این رو تراد بگیم صحیح شد این حالا میتونه این سیدان رو دیدیم ما ایجا تنظیمش کردیم فکر که راپور ما امی تک شکل میخواد این حالا اگر ما بخوایم که این به جای نشون به اساس چی؟ به اساس مثلا تصادفن یک طور سلیکت میشه پیش ما کش میشه طرف طرف ما بخوایم که به جای نشه باز بین ایرم سلیک و ایرم سلیک و ایرم سلیک قیچی سلیک میگیره قی کنترول ها بگیس کلید راست ماوس کلید چپ ماوس زده برو در این قسمت بیا گروپ خواه این گروپ دیگه جای کار می مهم دیجا کلوز میکنه میشه مثلا بین دیجا انزرت بکنین وقت انزرت کردن تکس بوکس بین در تکس بوکس کلیک کنین دیجا یک تکس بوکس صحیح شد یک تکس بوکس دیگه ایره کوچک کنین صحیح شد ایره کوچک کنین انزرت تکس بوکس در تکس بوکس دیجا دراو بگی ایجا انزرت کو بعد از ایره صحیح شد دیگه تکس بوکس بعد از بیا دیجا کلیک کو بعد از برو دیجا چی تکس بوکس دا انزر تکس بوکس تکس بوکس کلیک دراو تکس بوکس ده قسمت دیگه این سه تا رو میخوام چی کنیم گروپ کنیم بیا کلیک کو ایرا کلیک کو دایجا صحیح شد آله گروپ فعال شد صحیح شد گروپ بزن آله کشش بو که یکش کلش کش میشه صحیح شد اونم صحیح شد برقم گروپ میکن اگر از گروپ بکشیم بیا جا ان گروپ کو از گروپ مبره ری گروپ کو پس ده گروپ میشه صحیح شد دوباره زوت میتن ارسش همت یک دونیش کلیک کو ارسش دلت میشه صحیح شد دا بعد از دا قسمت انزرت اپشن دا انزرت اپشن بعد از دا دانم دا چی؟ دا پیکچر داشتیم پیکچر انزرت میکنیم وقتی پیکچر انزرت کردیم ایره کوچک میکنیم میشه وقتی کوچک کردیم دا قسمت دا بعد از میرم ایره تراوت میگنیم یا تراوت نمیگن روتیت میگم 90 درجه طرف رایت چرخش بده کلیک کن بیرقم 90 درجه طرف لفت چرخش بده بیرقم فلیپ کو سرش پایین بیار دیجا کلیک کن برقم شد دیجا به پس فلیپ کو پس بالا میبره رویش هی طرف از حاله طرف چپ است طرف راست کو بیرقم میشه بعد از مار روتیشن کلیک کو به اینجا میتونه روتیشنش باز تو زیاد بود صحیح شد اول میتونه که سایز شو کلان کنی 3 درجه و ایرم بگیر 6 درجه خب وقتی ایره 3 درجه گرفته می خود به خود 4 درجه شد بخاطر چی کینی فعال است اگه غیر فعال باشه باز بیره 3 درجه کو بازی ره میتونه که ایره خودت به تو خود 6 درجه کن صحیح شد روتیشن شما میتونه از این تغییر رو بیاره که ما روتیشن چطور باشه بیرقم باشه بیرقم باشه صحیح شد در بعد از اوکی کو میشه بیرقم جور میشه بعد روتیشن به ما روتیشن در ما روتیشن بعد از چی داره لفت کراپ داره کوچک سازی داره مثلا این هم دو میکنه در بعد از می میگه نوشته میکنیم چند شش دایز نوشته میکنیم چند شش دای قسمت نوشته میکنیم شش اوکی دقیقه شد بعد از اومیم روتیشن در روتیت میان دقیق قسمت کلیک میکنم دقیق قسمت میگم از طرف بالا از طرف چپ چقدر چکو از طرف چپ فقط 3 درجه ایره چکو اونه دیدی کنده کرده میره نه نزدیک نی بیدار قیچی کرده میره صحیح شد از طرف بالا هم قیچی کو برم قیچی کو این رو کلیک کرده برو اونه قیچی کرده میره صحیح شد صحیح شد خب از طرف رایت هم طرف راست هم قیچی کرده برو صحیح شد آنو قیچی کرده و از طرف پایین هم قیچی کرده برو هر چقیق شما درجه بودیم صحیح شد با قدر قیچی اگر ریست بزنین بازی کارتان نمیشه خب در بعد از دارم امی قیچی کردن از ایجا کردیم امی قیچی کردن هم از ایجا هم میتونم سلیک بکن وقتی سلیک کردی بیا سر از ایجا ساچو این شکل میگیر این تو کشک قیچی بشه صحیح شد در بعد از بیا از اینجا بگی این تو کشک قیچی میشه صحیح شد بیرقم کوچک کرد این کرا بوسو که کل تصویرت کوچک خب از اینجا میتونه سایزش تغییر بده چند باشه دو باشه
دیجه بته دیده چکو یک بته انتر کو بعد از بخو کوچک باشه دیانه سایز در بعد از سایز بیشتر جدی را خوانده بیرقم بیرقم باشه. خواه امروز درس تانم که بحث است بعد روز دیگه بخیر پاراگراف چه میکنه؟ پکچر پکچر فارما کو؟ کدام؟ پرنت استایل خوی را گفتم نیشت سوست استاز همی پیکچر رو چه پیکچر؟ نه در پیکچر برو فارنش سوست چی؟ بخاطر از یکی را تراد گرفته بودم باز نشد نه؟ چی بگیرم باز میشه؟ خب در بعد از دیگه قسمت داریم دیگه قسمت درس ما رو خاتمه میتیم سوال دارن بگوین ندارن کلوزش میکنم نه سوست